منابع رسانه ای از وقوع آتش سوزی در بیمارستانی در شهر ناصریه عراق خبر دادند. بر اساس این گزارش آتش سوزی در بخش قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان آموزشی امام حسین علیه در شهر ناصریه در استان زیغار عراق رخ داد. این آتش سوزی بر اساس گزارش منابع رسمی تا کنون 75 کشته بر جای گذاشته است. اما با توجه به شدت آتش سوزی احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد. چندتن از کادر پزشکی بیمارستان و نیروهای محافظ امنیت نیز در میان قربانیان آتش سوزی هستند. همچنین ده نفر هم بر اثر این آتش سوزی که در بیمارستان امام حسین علیه السلام شهر ناصریه عراق روی داد مجروح شدن. اداره بهداشت استان زیغار علت وقوع این آتش سوزی را عدم نگهداری صحیح کپسول های اکسیژن اعلام کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برای اطلاع از آخرین وضعیت بیمارستان امام حسین علیه السلام راهی شهر الناصریه مرکز استان زیغار در جنوب عراق شد. آتش سوزی بیمارستان امام حسین علیه السلام در استان زیغار دومین دو آتش سوزی بیمارستانی طی یک روز در عراق است.